در این شفاخانه 25 زن معتاد مراحل درمان را می‌گذرانند. زنان آلوده با مواد مخدر که هر یک حکایت متفاوتی از چگونگی افتادنشان در دام این مواد کشنده دارند. حالا در کنار ترک اعتیاد، مسئولیت دیگری هم روی شانه های این زنان سنگینی می کند. سرپرستی و بزرگ کردن کودکانشان، آن هم در شرایطی که شوهران اکثر آنان معتاد و یا ناپدید هستند. شوهرم در این پلچرخی بستر کرده بودیم، باز از اون چی دیگر فرار کرده، نمی فهم، هیچ معلوم نیست کجاست. خبر فیلان نه، فیلان بسترم نیست. وزغل بیگت مواتش پیکی گی وزدری لرگان ما سر دی زمین میکور کی دی نورست بازه سوگن که ایمیدیم به شبخانه که بستر ده. این کودکان هم به گونه غیر مستقیم به مواد مخدر معتاد شدند. 25 نونهالی که در کنار مادرانشان زیر درمان قرار دارند. مسئولان این مرکز میگویند که هر مادر معتاد از 1 تا 5 کودک معتاد دارد. ظرفیت بستر با 50 هست که 25 زن و 25 طفل و خدمات مختلفه بر از اینا اجرا میشه، هم در ساحه و هم در بخش رزیدنشل یا بخش بستری. وقتی که از حالت سمزدهی براین باز خدمات مختلفه بر اینا اجرا میشه، مثل تعلیمات مختلف برشان تدریس میشه، مشوره برشان داده میشه، انگیزه برشان داده میشه، تعلیمات برشان است، مشوره دیه های مثلا فردی، گروپی، فامیلی برشان میشه، حرفه و پیشی بر از اینا یاد داده میشه، تا ای که دولتی که دولت باستوانایی هستن از این خدمات یا مستفید شون، برای آینده اینا آماده شون که یک زندگی نرمال پیش ببرن. شبنم و سویتا کارمندان این شفاخانه هستند. آنان از تجربه هایشان در مدتی که با بیماران گوناگون روبرو شدند حکایت هایی دارند. 14 روز اول ما مریضا را در دیتاکس قرار میدیم، پرخاشگر هستند، جنگ میکنند و ما با دوا، با صحبت کردن و با روانشناسی خود مریضا را قناعت میدیم. در کل اینا زمانی که مدت تداویشان تکمیل میشه هیچ اصلا اونا تصمیمشان قطعی میباشه که ما دیگه از مواد استفاده نمیکنیم. و اونم چیزایی که برشان پس زمینه مساعد نمیشه که مثلا اونا دیگه به مواد رو نبیارن، زمانی که مثلا زمینه برشان مساعد نشه پس اونا دوباره به مواد رو میارن. آمار دقیقی از شمار زنان و کودکان معتاد در کابل وجود ندارد، اما تنها در این شفاخانه بیش از 6000 زن و کودک معتاد در 13 سال اخیر درمان شدند. معصومه بهار، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.